فضاسازی ذخایر مسدود شده مردم افغانستان در حدود 7 میلیارد دلار و اختصاص داده شدن حدود 3.5 میلیارد دلار به عنوان غرامت جنگی از سوی مردم افغانستان برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر و خانواده هایشان و افزایش انتقادها در داخل و خارج افغانستان. در پی انتشار این خبر، آقای حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان در یک کنفرانس خبری گفته است که بن لادن در پاکستان کشته شده، اما غرامت را مردم افغانستان و مردم گرسنه کشور پرداخت می کند که دور از انصاف است. چین خطاب به مردم افغانستان گفته که سرمایه های مردم باید در اختیار خودشان باشد. همچنان مجمع اتحاد علمای مسلمان نیز تأکید کرده که این کار آمریکا با عنوان از یک اسپول مردم گرسنه افغانستان غرامت جنگی پرداخت بکند یا مصادره بکند دور از عدالت است. مردم افغانستان نیز با انتقادهای تون گفته به جایی که آمریکا به ماها در افغانستان غرامت جنگی پرداخت بکند یا تاوان بدهد، ما چرا به آمریکا غرامت پرداخت بکنیم؟ عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز برنامه زاویه. در این برنامه این مسائل را به تحلیل و بررسی میگیریم که آیا پرداخت غرامت از جیب‌های مردم گرسنه افغانستان به مردم آمریکا در حادثه 20 سال قبل آیا منطقی هست، منطق پذیر هست یا خیر؟ آزادسازی ذخایر مسدود شده ارضی افغانستان چه تأثیر بر اوضاع افغانستان خواهد گذاشت و چگونه این پل‌ها در افغانستان استفاده شود تا زمینه را برای آزادی و رهایی پل‌های دیگر فراهم بکند؟ از سوی دیگر این کار چه خوشبینی ها را برای به رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی افغانستان فراهم کرده و به وجود آورده است؟ با دو مهمان گرامی، آقای عبدالجبار اکبری کارشناس مسائل سیاسی و همچنین آقای محمد علی جعفری استاد دانشگاه، روی این مسائل بیشتر بحث خواهیم کرد. سلام مجدد به شما بیننده های عزیز و خوش آمدین به ادامه برنامه زاویه و تحلیل در مورد خبر آزادسازی قسمتی از دارایی های مسدود شده افغانستان توسط آمریکا و همچنان اعتراض ها در داخل و خارج افغانستان به خاطر اختصاص داده شدن بخشی از این دارایی ها و پل ها برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر از جیب مردم گرسنه افغانستان. اما قسمی که در مقدمه عرض کردیم، تعداد زیادی از شخصیت ها و بزرگان انتقاد کردند و گفتند که نباید مردم افغانستان که در او حادثه دخالت نداشتند غرامت پرداخت بکنند. برای بررسی و تحلیل بیشتر موضوع در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای عبدالجبار اکبری و همچنان جناب آقای محمد علی جعفری از کارشناسان امور سیاسی، تا این مسائل را ازشان پرسان بکنیم که چقدر نیاز است که پولها آزاد شود، آیا از انصاف هست که مردم افغانستان غرامت پرداخت بکنند و سوالات دیگر. بسیار خوش آمدین مهمانان محترم، ممنون شما. از آقای جعفری اگر آغاز بکنیم، چقدر نیاز است تا چه اندازه نیاز میبینید که همه پولهای مردم افغانستان آزاد شوند در شرایطی که مردم گرسنه‌اند و مشکلات اقتصادی هر روز زیادتر میشوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران تلویزیون شما و همچنان جناب استاد در بحث و مردم شریف افغانستان که صدای ما را از تلویزیون راه فردا میشنود. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بگویم، میخواییم که یک مقدمه عرض کنیم. در 11 سپتامبر 2001 وقتی که این حادثه رخ داد، با وقوع پیوست، بیش از 3000 انسان در اونجا کشته شد و بیش از 6000 انسان زخمی شد که متاسفانه تعدادی از انسان هایی که زخم برداشتن زخمی شده، اونا هم متاسفانه که از او زخمی که برداشته بود جان سالم بدر نبردن، بلکه همهشان از دنیا رفتن. بنابراین این حملات بزرگترین حملاتی بود که در تاریخ آمریکا به وقوع پیوست و همچنان مکان را، امو دو برج را که هدف قرار دادن، امو برجایی بودن که به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، حتی به لحاظ نظامی بزرگترین مکان برای ایالات متحده آمریکا بود. ما این بحث پل‌های افغانستان که منجمد شده و این که بخش آزاد کرده و بخش ایالات متحده آمریکا به عنوان غرامت ایشان را منجمد ساخته، ما میتونیم که از دو حوزه بررسی کنیم، هم به لحاظ حوزه حقوقی و هم به لحاظ از دیدگاه حوزه سیاست. درست. ولی ما میخواییم که یک بحث حقوقی را باز کنیم. شما ببینید که در بحث حقوقی غرامت باید کسی پرداخت کنه که افراد و تبعی و کشور حداقل دخالتی
داشته باشد تا ای که این فاجعه به وقوع پیوسته است. ولی این برنمیگرده به افغانستان، ولی شما نشان بدین که یک تبعه افغانستانی یا دیقل که او افغان بوده باشه و تابعیت افغانستان را داشته باشه و تذکره افغانستان را داشته باشه که این دست داشته باشه به این حمله، در صورت میتونست ایالات متحده آمریکا مخصوصا آقای جو بایدن این پل ها را منجمد بسازه به عنوان غرامت جنگی یا دقلی را دور بده که میتونست که افرادی که تابعیت افغانستان را داره و تابع افغانستان هست در این حملات دقل شریک می بود، یا به عنوان فاعل می بود یا به عنوان مفعول چی می بود، همکار در جرم می بود یا به عنوان ریاست، به عنوان معاون در جرم می بود. خب متاسفانه که برخورد ایالات متحده ای آمریکا دوگانه بوده در برابر بعضی کشورها، و بعد از اینکه این حادثه 11 سپتامبر در ایالات متحده ای آمریکا به وقوع پیونده، خب چند مدت بعدش خب یک مشروعیتی از سازمان ملل خب کسب میکنم برای حمله نظامی در خاک افغانستان و در خاک عراق، که حداقل شما میبینید که در مدت 20 سال ایالات متحده آمریکا در افغانستان و آمریکا اینا حضور داشتن. برخوردهای ایالات متحده آمریکا همیشه در طول تاریخ و در طول سالهای متمادی در کشورهایی که اینا حضور نظامی پیدا کردن و نظامهایی که بودن و حکومت‌های که سریپا بودن اینها را استقلالیتشون زیر سوال بردن، رفتن اشغال کردن، برخوردهایشون دو گونه بوده. قبلا مثل که افغانستان را ترک کرد، مثلا شما دیدین که همین برخورد را ایالات متحده آمریکا با کشور دیگه‌ای که داشتن. خب بنابراین این وضعیت متاسفانه که به همین قسم به وقوع پیوست، و بله لحاظ حقوقی ایالات متحده آمریکا هیچ حقی نداره که پلهای افغانستان را اینا دقل منجمد بسازه و این را به عنوان غرامت جنگی برای خود کسب کنه. وان هم پس از دو دهه و در وضعیتی که مردم افغانستان هر روز گرسنه‌تر میشود و مشکلات اقتصادی فشار بیشتر میآورند، شما آزادسازی پولها را چقدر نیاز میبینید، چقدر ضرور میبینید؟ آقای جعفری سوال اصلی میبینید، شما ببینید که پولهایی که امروز در بانک جهانی هست و همچنان در دیگه کشورها که هستن پولهای مردم افغانستان هست، این پولها بوده که جامعه جهانی برای مردم افغانستان کمک کرده بود، ولی متاسفانه که بخش عظیمی از این پول ها در طول 20 سال خب اینا دوباره میلی مو بعضی شخصیت های سیاسی شدن که شما دیدین که با تیلر و با هلیکوپتر پول ها را بردن انتقال دادن که حتی یه رسانه ای شد. بنابر این یمو پول هایی که در بانک مانده، خب امروز این آزادسازی پول ها دقیقا در شرایط تنگنایی که مردم افغانستان به سر میبره، با وضعیت اقتصادی بیکاری در جامعه غوغا میکند، حکومت موجوده توان کاریابی برای مردم افغانستان را نداره که اینا زمینه کار، زمینه شغل برای مردم افغانستان مهیا بسازن، و همچنان اکثریت ادارات دولتی که امروز تعطیل است ارائه خدمات برای مردم نمیتونه. دلیل چیست؟ چون وقتی که پول نباشه دیگه نمیتونه که یک کسی اداره را سریپا نگاه کنه و فعال بسازه. من فکر میکنم که آزادسازی یه پلها در نفع افغانستان خواهد بود و بالاخره وضعیت اقتصادی مردم را حداقل میتونه که به یک اندازه تغییر بده. خیلی تشکر آقای اکبر صاحب، خدمت شما مرسی. سلام، وقت بخیر. داریم چند اندازه منطق پذیر است یا منطقی است نظر شما که مردم افغانستان در چنین وضعیت پس از دو دهه و آن هم هیچ نقشی که نداشته غرامت پرداخت بکنند از دارایی های خود به خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر؟ به نام خداوند عدالت و آزادی، با سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمان در بحث، خدمت همه مردم شریف و آزادی افغانستان. خب اگر یک مقدمه در پیوند به ذخایر ارزی داشته باشیم، پس از او برمیگردیم به پرسش شما. ذخایر ارزی را شما میدونین که همون پشتیبانی مالی یک کشور است که او در بانک های بین‌المللی به عنوانی که اگر یک کشور در یک زمانی به رکود اقتصادی مواجه میشه یا ای که اگر پول یک کشور به اصطلاح نزول پیدا میکنه، همین پشتیبانی مالی به اصطلاح میتونه که دوباره اقتصاد دوباره اقتصاد یک کشور را فربهتر بسازه و دوباره کشور سر پای خود ساخته شود. متاسفانه افغانستان در یک وضعیت به سر برد که همه نیازمند به این شدن که همون پشتیبانی مالیشان پس دوباره برگرده و مردم بتونه از این فاجعه بد اقتصادی بشری برایه. و در قسمتی که شما میدانین که ایالات متحده آمریکا امروز دست به کار شده است و 3.5 میلیون پول افغانستان ای بر میگردانه به حادثه 11 سپتامبر. اول از لحاظ حقوقی هیچ مردم افغانستان، هیچ احد من الناس مردم افغانستان مسئولیت ندارد در پیوند به حادثه 11 سپتامبر.
11 سپتامبر شما میدانید که برمیگرده به شرکای استراتژیک اقتصادی ایالات متحده آمریکا به عنوان مستاق عربستان سعودی همان طور کشورهایی که در این حادثه دخیل بودن برمیگرده به اونا باید غرامت اقتصادی پرداخت کنن. یک بحث دومی که چرا در زمان دمو زمانی که آقای بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود همین اتفاق دمو زمان به وقوع پیوست، چرا دمو زمان این پرونده را اینا روی دست نگرفتن، چرا دمو زمان مثلا بالای مردم افغانستان صدا نکردن که شما غرامت جنگی پرداخت کنین. شما ببینید که همه یک نوع بهانه سیاسی است. ایالات متحده آمریکا بی‌شرمانه تلاش میکنه که از این وضعیت فعلی مردم افغانستان استفاده کرده و میخواهد که ببینید برگشتاندن 3.5 میلیون این خلاف حقوق و خلاف موازین بین الملل یک کشور است و این اشغال اقتصادی مستقیم است که اینا میان افغانستان اشغال اقتصادی میکنن به نحو پولهای افغانستان اینا برمیگردونن. اینا به جای از اینکه پولهای مردم افغانستان دور میدادن چرا بالای کسای صدا نکردن که در این حادثه مستقیم دخیل بودن؟ چرا بالای کسای صدا نکردن که بالاتر از 3 یا 3500 انسان ایالات متحده آمریکا را اینا به کام مرکش این همه یک نوع بهانه سیاسی است، یک نوع تاکتیک سیاسی است که به این نحو اینا تلاش میکنن که حکومت افغانستان و مردم افغانستان اینا در مضایقه قرار بدن بابت از اینکه خودشان دست باز داشته باشند و مردم افغانستان امروز شما میدونین که درست است که 3.5 میلیون میلیارد دلار مثلا به اقتصاد افغانستان افزود شد، ولی من فکر میکنم که این نمیتونه که اقتصاد افغانستان برجسته بسازه. این ممکن به یک تعداد کسایی برسه که شکمشان فعلا سیر نیست، شکم اونا سیر شود و ما امیدوار هستم که این پول به اصطلاح به عنوان یک وجه پس دوباره به بانک مرکزی افغانستان وقتی که برگشتانده میشه این روی زیر ساختای اقتصاد مردم افغانستان کار شود. اگر قرار به این باشه که ما این را واگذار کنیم به افراد و اشخاصی که فعلا مستحق هستند مستضعف هستند، اینجا شما بینید که پشتیبانی مالی ما اینجا برای کد مواجه میشه. ما یک کشور ضعیف هستیم، یک کشور مصرفی هستیم. ای کاش ما یک کشور تولیدی می بودیم، یک کشور می داشتیم که حداقل همین نوسانات می تونستیم کنترل کنیم. متاسفانه ما نتونستیم. حالا ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که یک بانی سیاسی را روی دست بگیره و از این معضلاتی که اینا شما دیدین که مردم افغانستان با چه سرنوشت دچار ساختن و حتی خودشان گفتن که ما حس گناه میکنیم. شما حتی دیدین که یکی از اعضای کنگره یک خانم مسلمان در اینجا اعتراض داشت که این یک فاجعه است. این به اصطلاح این یک فاجعه مستقیم به کسایی است که امروز نان برای خوردن بر مردم افغانستان ندارن. شما 3.5 میلیون دلار شما ذخایر ارزی افغانستان برمیگردونین او را رب میتین با 11 سپتامبر. این از لحاظ حقوقی هم نه توجیه حقوقی داره و این نه توجیه سیاسی داره، جزئی یک نوع اشغال سیاسی است که اینا میخوان که از همین وضعیت فعلی مردم افغانستان استفاده کنن، مردم افغانستان در یک تنگنای اقتصادی قرار بدن و همه چیز برچسب به خود بزنن و خودشان اینجا برای خود تبرئه کسب کنن. و ما فکر میکنیم که یک بازی جدید است و ما امیدوار هستیم که این سناریویی را که ایالات متحده آمریکا روی دست گرفته است این ممکن یک سناریوی ناکام باشه و این سناریو باعث بدبختی ایالات متحده آمریکا میشه. امروز تمام دنیا، تمام کشورها، تمام مردم افغانستان امروز این موضوع را پیگیری میکنه. امروز حتی شما دیدین که این موضوع فیدبک داخلی و بیرونی پیدا کرد. حتی اکثر کشورها گفتن که این پول حق مردم افغانستان است، این پول نه حق آقای بایدن است، نه حق آقای طالب ها است و نه حق اون شرکای جرمی ایالات متحده آمریکا که در حکومت قبلی افغانستان بودن. آقای غنی بود، آقای مهیب بود، احمد محمود بود. این پول مردم افغانستان است، پول کسایی است که اینا زحمت کشیدن به قیمت جانشان، به قیمت خونشان رفتن اینا پول به بانک اونجا ریختن به خاطر از اینکه وضعیت افغانستان از این وضعیت بد رایا. متاسفانه که اینا از این وضعیت دوباره استفاده کردن و ایره پس دوباره برای خود برچسب دادن و مردم افغانستان در یک وضعیت سردرگمی قرار دادن. بر اساس فرمایشات شما هم واکنش ها و همچنان انتقادهای تندی در داخل و خارج افغانستان به خاطر پیش آمد و حتی مردم گفتن باید که آمریکا به مردم افغانستان غرامت پرداخت کنه بابت این همه دربدری که به مردم آوردن. چقدر به گفته شما اشغال اقتصادی یا بهانه سیاسی یا بهانه تراشی روی وجهه بین المللی آمریکا تاثیر منفی میگذاره؟ آقای اکبر سبک کوتاه. بدون تردید شما میدونید که ما در افغانستان کشوری است که دو نوع اشغال تجربه کرده است، یک اشغال سیاسی و یک اشغال اقتصادی. اشغال سیاسی هم توسط همین کشورهای غول اقتصادی، کشورهای شرق و غرب بود که متاسفانه افغانستان و مردم افغانستان در یک تنگنای اقتصادی سیاسی قرار دادن و حالا به بهانه‌های غیر مستقیم و مستقیم حالا دوباره میخوان که اشغال اقتصادی بکنه. شما میدونید که امروز اینا میخوان که از وضعیت مردم افغانستان اینا بهره کشی بکنن و سیاست خود برجسته بسازن، پس دوباره میخوان که حضور به
افغانستان داشته باشند، ولی من فکر میکنم که اینا هر قدر تلاششان به این باشه که این پول ها را برای خود برچسب بزنند و برای خود یک سری دلایل منطقی پیشکش کنند و بگویند که چون در اون زمان شاید دست کسایی بود است که اونا تبعی افغانستان بود، شما در اون شرایط هم مستظر بودین که چی کسایی رفت همین حادثه 11 سپتامبر نقطه سارت زد، چی کسایی بود که در پیوند به موضوع داغ و هات اینا دست باز داشتن. و اینا حالا همه چیز بستگی به این داره که اینا یک نگرش منفی نسبت به مردم افغانستان، نسبت به وضعیت فعلی افغانستان اینا پیشکش میکنن و میخوان که از این وضعیت اسفوار، از این وضعیتی که امروز مردم نان بخوردن نداره، وضعیتی که امروز مردم به خاطر از یک شکم سیرش میره طفلای خود به فروش میرسونه، این واقعا یک وضعیت بد انسانی به افغانستان است. اگر بیشتر از این وضعیت تداوم پیدا کنه و از یک طرف اینا برن پول ها را برای حادثه 11 سپتامبر اصلا پیوند بتن و از طرف دیگه مردم افغانستان در تنگنای اقتصادی قرار بگیره، مطمئن باشین که فاجعه انسانی مردم افغانستان دنبالگر است که با زنج جمع کردن از این نت از توان امارت اسلامی است که تا حکومت تازه کار است و نه از توان امین کشورهایی که مدافع حقوق انسان هستند. شما امروز میتونست که ایالات متحده آمریکا امروز در رأس جامعه جهانی است، کشورهایی که عضو جامعه جهانی هستند اینا میتونستان که افغانستان در این شرایط بد کمک کنند. مردم افغانستان انسان است، مردم افغانستان عضو جامعه جهانی است و همین پولهایی که به ذخایر ارزی افغانستان بود که در بانک به عنوان پشتیبانی مالی میگذاشتن که مردم افغانستان سر زیر ساختای اقتصادیش کار میکرد، نه اینکه اینا رفتن از بلوک کشیدن و 3.5 میلیارد ازیره به افغانستان اقتصاد دادن، 3.5 میلیارد ازیره دوباره ماندن که به قربانیان بله به عنوان غرامت. و من فکر میکنم که یک نوع اشغال اقتصادی است و یک نوع جنایت علیه بشریت است. بدون تردید میتونه که یک تبعات منفی بالای اقتصاد افغانستان، بالای سیاست افغانستان و مردم افغانستان ممکن که به اصطلاح در برابر حکومت اتا مردم سادگی بکنه و شاید به حکومت بگه که شما باید از مردم، از حق و حقوق مردم افغانستان شما حراست کنین، سیانت کنین. درست است که این پول ها را اینا از بلوک کشیدن مثلا بسیار. آزاد ساختن، ولی من فکر میکنم که این درد دوام میکنه. به جای از همین کشورهایی که حامی حقوق بشر هستن اینا دوباره کمک های انسان دوستی خود تداوم ببخشن به مردم افغانستان و مردم افغانستان از این وضعیت اسفوار، از این وضعیت خفقان اینا نجات بدن تا واقعیت ما بپنداریم که ما کشورهایی هستن که مدافع حقوق انسان هستن و مدافع حقوق بشر هستن. خب آقای جعفری صاحب، با توجه به اینکه با انتقادهای بسیار تند مواجه شده مسئله و حتی اتحادیه جهانی علمای اسلام گفته که یک کار دور از عدالت است و یک کار انحرافی از عدالت است که مردم گرسنه افغانستان به انتوان یک حادثه 20 سال قبل پرداخت بکنند که عاملش هم کسای دیگه ای بوده، به نظر شما پول هایی که به افغانستان دوباره اختصاص داده میشد به چی مورد مصرف شود؟ بعد از چه کسانی باید برسه که بیشتر تاثیرگذار باشند و نگران حاج است؟ شما ببینید بله حاضی حقوقی پول هایی که در بانک جامعه جهانی توسط ایالات متحده آمریکا منجمد شده بود، بخشی از اینکه آزاد شده این نمیشه که به دسترس هر تبعی افغانستان قرار بگیره. درست. امروز مدیریت مملکت، حکومت، قدرت به دست کسانی هستند به نام امارت اسلامی هستند که امروز دایه‌دار حکومتداری، نظامداری ای را حداقل اینا دارن. یگانه این پول ها باید حداقل توسط بانک جهانی با بانک های افغانستان اینا حداقل سرازیر شود و این توسط بر اساس عدالت محور، بدور از افرادگرایی و بدور از تفریدگرایی، بدور از روی کرد قومی نژادی سمتی، حداقل او در اون ولایات و در اون مناطقی که مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و یا وظیفه خود را، وظایف خود را از دست دادن و بالاخره بیکار شدن، امروز توان کار را ندارن، خب این بسیار به طور اساسی باید مدیریت شود و برای از این مردم حداقل از این پول ها باید توزیع شود تا در همچون یک شرایط که مردم افغانستان به سر میبره، خب حداقل از یک مشکلات بسیار کلان که پیش رو هست که همین فقر هستن، از این مردم باید نجات پیدا کنه. درست. خب این برمیگرده توسط که حکومت باید این کار را انجام بده، ولی با ناظرین جامعه بین المللی که حداقل اونا باید حضور داشته باشن، نباید این پول ها مثل سالهای گذشته حداقل دوباره عیف و میل شود. درست. اگر درست واقعا استفاده شود بجا، آیا یک مقدمه برای آزادسازی سایر ذخایر ارزی ما خواهد بود؟ یعنی اعتماد بیشتر جلب خواهد کرد آقای جعفری؟ تاثیر خواهد کرد؟ شما ببینید ایالات متحده آمریکا در 20 سال حضوری که داشتند بیش از 2 تریلیون دلار به افغانستان مصرف کردند. به گفته آقای جو بایدن که در هفته 3 میلیون دلار اینا به افغانستان پول مصرف میکردند.
بنابراین در 20 سال ما نمیتونیم که دو انتخابات یا سه چهار انتخاباتی که گذشت ایره ما نادیده بگیریم. قبل از اینکه زمانی که حکومت انتقالی آقای کرزی روی کار آمد، شما دیدین حداقل که ما 100 متر در داخل شهر کابل هم سرک قیرما نداشتیم. امروز حداقل همه ولایات با هم دیگر وصل هستند، سرک ها قیر هست، بناها وجود هست، بله دقیقا، وزارت خانه ها حداقل جور شده. اینا همه ایشان پل هایی که است و این پل های ایالات متحده آمریکا بوده که با شرکایشان حداقل آورده برای مردم افغانستان کمک کرده. ما فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا با این مابقی پول افغانستان که منجمد کرده با این نیازی نداره، ولی این را ما درنمای شرمای قسم پیش بینی میکنم که این پول ها را هم آزاد میسازه و این به عنوان میتونم که از این پول به عنوان یک اهرم فشار ایالات متحده آمریکا در برابر حکومت استفاده کنه، حداقل به خاطر از اینکه بخواست های ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی حکومت حداقل باید تمکین کنه. درست. و این پول ها نه تنها که آزاد میشه بلکه بیشتر پول هم حداقل ایالات متحده آمریکا کشورهای پایینشان به مردم افغانستان اختصاص میده. شما ببینید وقتی که امروز ما میایم امی اکثریت کشورهایی که در بخش کمک های بشر دوستانه همکاری میکنه، بجز از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ما دیگر کشورها را نداریم. امروز در اگر در افریقا کمک میکنه همین کشور است، اگر در افغانستان کمک میکنه، اگر در عراق کمک میکنه، اگر در بعض حتی در پاکستان شما میدونید که کشور هستوی کمک میکنه، در هندوستان که کشور هستوی است حداقل کمک میکنه، شما میبینید که در عربستان در برایشان در پول کمک میکنه، در بعضی کشورهای عربی که اونا حتی ثروت دارن، گاز دارن، نفت دارن، از هیچ چیزی حداقل اونا احساس چی نمیکنه، ولی برای از اینا داره کمک میکنه. من فکر میکنم که در صورتی که یک روابط دیپلماتیک و دیپلماسی بین حکومت و ایالات متحده آمریکا به وجود بیاید و زمینه بر اسم شناختن حکومت مهیا شود، بلکه بیشترین کمک به افغانستان سرازیر خواهد شد و وضعیت اقتصادی مردم تغییر خواهد کرد. من فکر میکنم که حتی مهاجرینی که ما در بعضی کشورها امروز داریم توسط پروسه انتقال که اینا به بعضی حداقل امو چیزای ایالات متحده آمریکا انتقال داده شده در قطر، اینا من فکر میکنم که اکثریت از اینا هم دوباره به وطن برخواهد گشت. بسیار خوب آقای اکبر، سه قسمی که شما هم اشاره کردین، مردم در این 5 ماه روزگار بسیار سخت را سپری کردن، حتی اقدام به فروش اطفالشان کردن، خانه هایشان را فروختن، دست به مهاجرت زدن. پس از 5 ماه چی باعث شد که آمریکا تصمیم بگیره که یک بخش از این پول ها را آزاد بکنه؟ عوامل چی بوده که این تصمیم گرفته شد؟ خب ما فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا متاسفانه یک خیانت حقوقی را مرتکب شد و یک حس بی‌وجدانی را نسبت به مردم افغانستان متقبل شد و هیچ تمام جهان، حتی کسایی که به عنوان سناتور هستند در ایالات متحده آمریکا، حتی اینا ابراز کردند همین خیانت و همین بی‌وجدانی ایالات متحده آمریکا را. ولی من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا دنبال یک سناریوی تازه است و شما امروز میدانین که آمریکا با ریاروی شرق، امروز دو بلوک شرق و غرب در مقابل هم قرار گرفتن در موضوع اوکراین. امروز اینا یک تنش‌های مرزی میان ایالات متحده آمریکا و همچنان روسیه شدت گرفته است و اینا تلاش میکنن که اگر جنگ اوکراین شدت بگیره ممکن تبعات و اثرات از این بر بگرده به افغانستان و یک مقدار این آسیب‌های بیشتر بر مردم، در حالی که مردم افغانستان فعلا در یک وضعیت بد اقتصادی بشری به سر میبره و ما نزدیک به روسیه هستیم و در همسویی با روسیه هستیم و کشورهایی که عضو آسیای میانه هستند و ما فکر میکنم که یک سری دلایلی است که ایالات متحده آمریکا میخواد که به حکومت پیشکش کنه و حکومت به اصطلاح مصروف بسازه که گویا ما به شما انعطاف کردیم. افغانستان از جمله کشورهای جهان سوم است، کشورهایی است که امروز هیچ چی نداره، به اصطلاح همه چی داره ولی هیچ چی به دستش نیست، هیچ چیز نمیتونه که خودش به اصطلاح تولید کنه و هیچ چیز نمیتونه خودش استخراج کنه، به دلیل از اینکه امروز با اون کارگزارانی که در دم و دستگاه اقتصاد افغانستان بود، اون کسایی که قبلا به عنوان متخصص بودن در افغانستان فعلا نیستن که اینا بتونن وضعیت فعلی را مهار کنن و همین وضعیت بد اقتصادی را اینا مهار کنن، اینا فعلا حضور ندارن و ایالات متحده آمریکا کوشش کرد که یک مقدار بستر بازتر بسازه، یک مقدار لایه‌ها را بازتر بسازه و خود در عمق لایه‌ها ببینه و انعطاف خود نسبت به امارات اسلامی نشان بده که ما پول‌های شما را از به منجمد کشیدیم، ذخایر شما را ما بر شما تسلیم میکنیم و شما میتونین که این وضعیت فعلی افغانستان را کنترل کنید، ولی با یک سناریو، با یک رویکرد تازه. ای که ایالات متحده آمریکا در قبال آمدنش به افغانستان چی تصمیم داره، آیا واقعا شما امروز میدونین که قطر امروز یک میانجی شده است میان ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان و اینا یک مقدار تلاش میکنن که به عنوان یک
منصفانه به عنوان یک، شما دیدین که حتی در یک خبرنامه هم ایالات متحده آمریکا با سرهای یک سر یک نظامیش اونجا پیشکش کرد به امارات اسلامی، گفت اگر شما میخواین که مشروعیت داخلی کسب کنین شما برین سرباز ما را. اینا دنبال یک سری بهانه‌ای هستن، به نحوی این طرف پول‌ها را میخواین که آزاد کنن، از طرف دیگر یک سری بهانه‌های دیگر را میخواین که به امارات اسلامی پیشکش کنن بابت از اینکه امارات اسلامی با اسلام درک کنه که ایالات متحده آمریکا ممکن یک کاری است و در کنارش اینا را به رسمیت میشناسند. جنبندی آقای جعفری سبق شما اشاره کنید، تحلیل شما هم بر اساس تحلیل آقای اکبری هست یا خوشبینی های دارین که یک مقدمه باشه برای به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان همین آزادی پول ها یا امیدواری ایجاد نکرده به نظر شما؟ شما ببینید وقتی که یک نظام 20 ساله که میلیون ها دلار روی از این هزینه میشم و ای از هم میپاشم و با از هم پاشیدن همچون یک نظام وقتی که امارت اسلامی میایه، خب بسیار بس طوری ساده میایه، خب مدیریت جامعه و کشور را به دست میگیره. خب اگر این مدیریت نمیکرد، اگر این وضعیت ادامه پیدا میکرد، دو سه روز یا یک هفته حداقل فاصله ایجاد میشد، من فکر میکنم که دیگه در داخل شهر کابل و ولایات حداقل چور و چپاول و بزن و بکن و حداقل این به اوج خود میرسید. ولی آمد بسیار حکم مردم جامعه را مدیریت کرد، کشور را مدیریت کرد، نگذاشت که حتی یک خس مردم هم تاراج شود. فعلا همون قسمی که نخست وزیر پاکستان شان اشاره کردن که بدیل امارت اسلامی فعلا ما نه نظامی داریم، نه سیستمی داریم، نه کسی را داریم که حداقل در کشور حاکم باشه. بنابر این جامعه جهانی مخصوصا ایالات متحده آمریکا مکلف هست امروز نه فردا یک روزی با این حکومت تعامل خواهد کرد. ولی من فکر میکنم که دورنمای افغانستان در صورتی که یک کمی جامعه جهانی هم از خواستهایی که داره خب پایین تر بیاید و بعضی خواستهای جامعه جهانی متاسفانه که به صورت افرادگرایی هست، شما ببینید دم از حقوق بشر میزنه در حالی که خود ایالات متحده آمریکا بزرگترین کشوری در سطح جهان نقض کننده حقوق بشر هست. خب همین چنین من فکر میکنم که یا حکومت امارت اسلامی هم خب شیوه و امو خط قرمز خود را که انتخاب کرده از این یک کمی اگر عبور کنه، من فکر میکنم که حکومت به رسمیت شناخته خواهد شد و این هم یک مقدمه شده میتونه. دقیقاً این اینمی پولی که آزاد شده ما اینمی یک مقدمه هست برای دورنمای افغانستان که این حکومت هم توسط جامعه جهانی و همه کشورها به رسمیت شناخته شود. شما یک چند وقتی گذشته هم دیدین که روسیه هم اعلان کرد در صورتی که حکومت همه شمول در افغانستان شکل بگیره، روسیه حاضر است که حکومت را به رسمیت بشناسه. خب ما میاییم در بینوان خلاص مطلب میخواییم یک موضوع تعریف همی حکومت همشمول را هم روی بحث بگیریم. حکومت همشمول به یک تعریفی که امارت اسلامی میگوید دقیقا حکومت همشمول هست، تمام افراد و اشخاصی که در 20 سال اینا در جهاد بودن در کنار امارت اسلامی اینا شمشیر زدن، اینا امروز در حکومت هستن از دیدی از اینا. ولی از دیدی ما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی این هست حکومت همشمول زمانی شکل میگیره در یک کشوری که ما به نام افغانستان زندگی میکنیم، اینجا کتله های قومی هست، نژادی هست، زبانی هست، مذاهب اسلامی هست. این حکومت باید قسمی شکل بگیره که همه مردم افغانستان مذاهب خود را به این حکومت ببینه و این حکومت یک آینه تمام نما برای مردم افغانستان بوده باشه. در اون صورت است که دیگر جامعه جهانی با این حکومت مشکلی نخواهد داشت. جهان سپاس از شما جناب آقای جعفری و آقای اکبری صاحب که یک موضوع بسیار مهمه برای مردم افغانستان با تحلیل های خود روشن ساختید که پول های مردم افغانستان آزاد میشه و یک بخش از هم پرداخت میشه به عنوان غرامت و انتقادها و مسائلی در زمینه وجود داشته. از هر دوی شما جهان سپاس. از همراهی شما بیننده های جهان سپاس و تا فرصت بعدی خدا نگهدار.